بنده ما سخن کنم ممکنه اجازه بفرمایید. بنده پرگنام من هستم مولای منصور. در ثبت اینترنتی داخل شدم برای من یک سلک رای کردن. خب اولا از نظر الله مثلا میخوام که قرآن عظیم شان سرمشق حیات ما و شما بگردانه آمین. و خلقت ایمان بحر ما و شما نصیب بگردانه. آمین. و کسانی که الان صدای من را میشنوین و شما هم که برادر در اینجا در نشست دارین میدونین که الله رب العزت چی گفت. الله جل جلاله الله رب العزت در قرآن عظیم شان گفت که ای انسان ها ما شما را خلق کردم اشرف المخلوقات هستیم. بله ما اشرف المخلوقات هستیم. پس ما امروز اشرف المخلوقات چی کردیم؟ اینما المؤمنون اخوه. ای امت بیدار شو که پیامبر زیبا محمد صلی الله علیه و سلام گفت که مؤمن برادر مؤمن است. امروز چشید است که مؤمن دشمن مؤمن حرام ای گفت امروز دشمن برادر من سخن دارم ما بود میکنم بعدا شما صحبت کنیم. نه آزادانه صحبت کنیم. امروز برادر دشمن جان یک دیگر شدیم دشمن خرسان میکنیم. مگر محمد زیبا نگو که حب الوطن من الایمانی. مگر معلم بشر نگفت که حب الوطن من الایمانی. ای مردم دوست داشتن وطن از ایمان است. امروز ما جوانای امت بین یک دیگر تفرقه و نفاق می اندازیم یک دیگر با هم دشمن می سازیم از گوشه دینداری من و شما نیست. برای چی ما امروز خلقت ایمان معلم بشر بحر ما و شما تعلیم دادن امروز ما با گروه ها تقسیم شده ایستاده ایم؟ من بیزارم از آن مذهب و مذهب بازی ها و گروه گروه سازی ها که امروز ما را با هم دشمن می سازه. پیشوای ملت میگن اساسگذار صلح و عدد میگن اینه به حال خودش بمانه. یک بار نظر بکنین در حیات سرگذشت معلم بشر که اصحاب پیامبر برفتن به سوی حبش وقتی که در اونجا رفتن پیامبر اکرم براشون چی تعلیم داد؟ که اون اولوالامری قوم و مذهب و مدائن دین خود نصرانی بدن. رسول الله گفت شما دار کنین ادب از نگاه دین رعایت کنین و اولوالامری ملک وطن خودش است. امروز ما میگیم پیشوای ملت امام علی رحمان که سعی کوشش و پولی و مالی و جانی بر وطن کردن وطن آباد کردن جوانان نازنین صدای مولای منصور با این برادری در نشست گوش کنین این رشته نفاق سرچشمه ای دارد که ما را با هم دشمن می سازد. امروز قرآن در حضور من و تو آتش زدن، امروز من و تو مشغول بازی های پاپچی و یک دیگر نفاق مسکید محرفکش رفیه دین بکن فلان بکن این بکن. ای مردم بیدار شوید که دشمن ما را با هم دشمن می سازد. دوست بدارین وطن و ملت خودتان. این برادری که در کرسی نور در نشست دارد اینم دوست بدارین، این برادر جنتی ماست. الله را شاهد میارم که دشمن ما و شما را با هم گروه ها ساختن این رشته ای نفاق. باز میگم برادر عزیزی من جناب عالی پیشوای ملت و هو الله خلقتنی خدا خلقش کرد و اکتب نکتبین و اون در قسمت قدراتش نویش که در کرسی رعیت بم نشست میکنه این از خود ما و شما وابستگی میکنه. مگر خدا نگفت که از نیتی شما برای شما حاکم مسلط میکنم؟ بله. مگر خدا نگفت که من از نیتی شما از افعال شما برای شما عمل حاکم میره مسلط میکنم؟ بله بله. امروز مگر بعضی برادر خواهم بود میکنم برادر اجازه خواهیش من بنده خودم گفتی هم مردگا که اوقع معلومات عالی ندارم که همون بنده ای که من را بسیاری برادران میشنسن مولای منصور در سایت اینترنتی هم هستم در سایت دیگر ها نروسی اکن باش نویدگی شهرمند جمهوری تاجیکستان دوستان ملت و وطن هستم و جوان ها میگون که ملت و وطن دوست بداره. بله صد در صد. خداوند نیتی ما و شما که سالیم و درست و اتفاق اتحاد متحد شدیم باز نورن علا نور میشود. مگر پیشوای ملت داخل کعبه نشیدن؟ ببینین ببینین مولوی صاحب مولوی صاحب یک دقیقه ببینین ببینین مولوی یک دقیقه صبر کنین. داخل کعبه نمیشود آقون شیطان است. ببینین یک دقیقه مولوی محترم درست است که ما هم امروز تلاش ما کوشش ما به خاطر این است که باید یعنی که اون کسی که تفرقه می دوزه اون کسی که در مابین مردم مردم با یک دیگر می جنگونه مردم در بدر کردگی هست اون هم انمین کسی که تو با این قدر خوندگی تو با این قدر
علمت باز هم با همون زبان پروت پیشوای ملت داد بزنی، همون پیشوای ملتت حجاب تحقیر نکرد، همون پیشوای ملتت مسجد را درش بسته نکرد. آیا جناب محترم شما میگن که این برادری که در کرسی نشسته احترامش بکنین؟ اصلا برادر عزیز، من با اینجا نشستم که کسی مرا احترام بکند و کسی مرا حرمت بکند. من به خاطر این نشستم که کسانی که چاپلوسی میکنن و دین استفاده میبرن از این ظالمی که تحقیر دین کرد و این ظالمی که مسجدها را بست و این ظالمی که مسلمان را در بدر کردگی است، برای خاطر این ششتگی هستیم که ما مسئولیت خودمون را ادا کنیم. امروز تفریقه را خود رحمانوف میدازه. شما آیا چشمتون نمیبینید که رحمانوف با آشکار در برنامه ها در تلویزیون برآمد، از مردم از کسانی که لباسی روسری بربر میکنن اونها را تحقیر کرده؟ آیا شما اینها را به گوش خود نشنویدین؟ عزیز من، سخن من با دقت گوش که من با امام علی رحمان پیشوای ملت کار نه. برای همین خاطر ببین برادر، مادام که تو جناب عالی و پیشوای ملت این قدر تعریف و توصیف کردگی و آیت و حدیث برای من میخونی، آیا برای تو اون آیت ربط نداره که اون و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه ظالمی اهلها؟ آیا این آیت به طور مولوی منصور ربطی ندارد؟ اون کسانی که بیگناه پشت زندان میروند، تو نمیدونم به کدام راه و حیله میخواهی که این پیغام تا به مردم برسانی که جوانا شما ما را دشمن تفریقه میدازد. دشمن ما رحمانوف ای، دشمن ما، ما یکان دشمن دیگر نداریم. کسی که دین تحقیر کرد، کسی که ریش جوان تراشید، کسی که مردم را دربدر کرد، کسی که زودها را فروخت، کسی که وطن را فروخت، تک رحمانوف های چی خیلی با رحمانوف تو کار نداری؟ تو در کدام حدیث خوندگی؟ تو در کدام آیت خوندگی؟ تو با رحمانوف کار ندارم، با ایش کار ندارم. شما اگر رفته و که شما اهل دین هستین، شما در دین اسلام خیانت نباید بکنین. شما نباید تحقیر دین بکنین. شما با این و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام و اذا تولى سعى فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. بعضی از مردم در منبرها میبرن اینه خیلی گپی شیرین میزنن، وقتی که از منبرها پایان میشنن والله قسم است که به غیر از فساد دیگر چیزی نمیخوان. تو اینقدر شیرین گپ میزنی، باز هم میگردی که جناب عالی این مملکت این خیلی کرده. چی جناب عالی ای؟ او جناب عالی بطره ای بمارا یک کلغاوس یک تپک ای، فهمیدی جناب مولوی؟ امروز از برادرها شما یک کس برآمد علما را تحقیر کرد، تکریش فلانریش آدمای شما بودن که ببینن یک دقیقه ببینن، اون کسی که علما ها را تحقیر کرد از ما بین ما کسی تحقیر نکرده است. ما هر وقتی که گپ زدیم، ما هر وقتی که بر ضد کدام کسی روحانی یگان دینی که بر ضد ما دندان نشان داده است، بر ضد ما گپ زدگی هستیم. ما از حق خودمون دفاع کردگی هستیم. کسانی که اهل دین هستند، روحانی هستند، میان در بیرونا میگردن، از همین مردم کمک طلب میکنن، بازم کوشش میکنن کسانی که حق میگن اینا را در مبین مردم بدنام کنن. فهمیدی جناب مولوی؟ سخن رسول الله را گوش نمیکنی که این نمال مومنون ایخبگو سالی 91 کردیم بس نبود که امروز بار اشته سر زده سی ده دوملا این نمال مومنون ایخبه، این دوملاهایی که میروند زندان میشوند، تو مؤمن اخوه این چکار میکنی بعد؟ این مؤمن اخوه برای تو ربط ندارد. سال 92 و 91 تو مردن دیگه، از همین 30 سال شده است. 92 و 91 بعد از تو فرزند تو بیاد یک دوملا بچه بیاد باز فرزندای ما را بگه که شما 92 میکنین 91 میکنین. شما یک بار شرم کنین تو از کدام آیت گپ میزنین؟ این آیت فقط برای دیگرها ربط داره. این آیت چرا برای خودت ربط نداره؟ کسانی که بیگناه رفتن زندان شدن، چی با برای اینا؟ کسانی که مسئولیت در دستشان گرفتگی هن دزدی میکنن، چی با یک بار زبان نمیکشوی از اونا برای درگیم برزودی اونا گپ زنی؟ چی با این منکرا را پیش راهش نمیگیری؟ انمون کاری که ما کرده استودیم که در این موبین
در این کاری که ما کرده استیم در این مابین انامورا ما مسئولیت خودمون گرفتگیم که با مردم ما باید صحبت بکنیم، ما باید حقیقت بگیم، وگرنه شما ور انسان هایی که از دین گپ میزنین ببین اتق الله از خدا بترسین، قوم جمع ما رو پریشان نکنین. ببین ما اتق الله ما از خدا میترسیم، ما از خدا ترسیدیم که این راه گرفتگی هستیم، اما شما کسانی که اتق الله گفتین فقط در زبان گفتین، شما اگر اتق الله به شما تأثیر میکرد امروز نباید ریش یک جوان مسلمان در تاجیکستان تراشیده میشید، اگر امروز اگر اتق الله برای شما تأثیر میکرد نباید خواهر مسلمان برای حجابش به تحقیر میشید، اگر امروز اتق الله برای تبار مولوی تأثیر میکرد نباید یک خواهر مسلمان میامد در روسیه با شپتل سقیچی یک انسان بدین سقیچی را تازه کنه. شما اتق الله فقط ما را میگین، اتق الله فقط به ما رب داره. شما اگر اون تقوایی که شما میگین، اگر اون تقوا و اون یاد خدا در شما میبود، شما بر وقت این راه راه شما بده اول، این مسئولیت شما کسانی که اهل علم بدین، اما شما امروز این راه نگرفتین، پس مجبور شدین که ما ببریم در این راه و مردم را دعوت بکنیم که بمثل شما و من الناس من یعجبک قوله، بعضی از انسان ها سخنوش برای تو دم میگیری وقتی گپ میزنه، چند دقیقه مرا صحبت بتین که سر میکنه آیت و حدیث و شعر با چکر میکنه. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه، و خدا را هم شاهد میاره برای گپاش، و هو الد الخصام، در حالی که او انسان سرسخت‌ترین دشمن است. و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وقتی که از منبر پایین شد اون به غیر از فساد، به غیر از زراعت از بین بردن چیزی نمیخواهد. کسی که امروز در حکومت شیشتگی است از او دفاع کردن هیچ معنی داره؟ کسی که امروز در حکومت میشینه، امروز مردم را تحقیر میکنه، تمام مقدسات دینی را پایمال کردگی است، چرا در مقابل اونها شما زبان نمیکشوین؟ جناب مولوی صاحب، ببینید برادرا، از همین خاطر این کسانی هستند که ببینید، ما یک گپ میگه که با این برادری که در این منبر نشسته است این را بسیار احترام کنید، این جنتی هست، اما جناب عالی هم برای ما بسیار مهم است، مرا جنتی پنتی نگین، مرا احترام نکنین. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نطعمكم لوجه الله، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما هر چیزی که میکنیم به خاطر پروردگار میکنیم، از شما نه احترام میخواهیم و نه و تشکری میخواهیم، بلکه هر کاری که میکنیم به خاطر پروردگار میکنیم. اما اینجا وقتی که برای این برادر احترام کنین، درست است، تشکر، اما این چی معنا داره دشمنی مرا از منبر امام برای تعریف میکنی؟ ما با امام علیش کاری ندارم. تواضع گر همه خواهی رفیقی بد مجنون شو، اگر چی او به بالا می رود سر بر زمین دارد، تواضع های دشمن مکر صیادی بود بدیل، که خمخم رفتن صیاد بهر قتل مرغان است، خمخم رفتن شما بهر قتل مرغان است. فهمیدین برادر؟